درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و دوست داشتنی. خب همونطوری که توی ویدیوی دیروزم پیش بینی کردم، بایرن مونیخ توی آلیانز آرنا به تیم آماده و سرحال ژاوی باج نداد و با یه بازی هوشمندانه و البته کمی شانس حریف پرانگیزه و البته پرمهره خودش رو با نتیجه 2-0 شکست داد. در حالی که شخصا انتظار داشتم اولتراهای دو آتیشه مونیخی برخورد بی‌رحمانه ای با لوا داشته باشن، در کمال تعجب درخواست کتبی ناگلزمن و مولر رو قبول کردن و قبل از شروع بازی به تشویق لواندوفسکی پرداختن. Schön, dass du da bist, Robert Lewandowski. بارسلونا زیر استرس و ترس بایرنیا از گلزنی لواندوفسکی بازی رو خیلی خوب شروع کرد. توپگیری خوب لوا از سابیتزر، پدری رو با نویر تک به تک کرد، ولی ضربه پای چپ این بازیکن به زیبایی توسط رئیس بزرگ شهر مونیخ دفع شد. در ادامه خود لواندوفسکی میتونست با یه ضربه ساده ستونهای آلیانز رو روی سر بایرنیا خراب کنه، ولی لوا به عادت روزهای قبلش توی این ورزشگاه برگشت و یه شانس بزرگ گلزنی رو از دست داد. فصل گذشته لواندوفسکی با اختلاف بیشترین شانس بزرگ گلزنی رو توی اروپا از دست داده بود، ولی این فصل توی بارسا این مشکل رو نداشت. نیمه اول به جز شوت سابیتزر که از کنار دروازه بارسا بیرون رفت، تقریبا بازی دست تیم اسپانیایی بود. نیمه دوم ناگلزمن سابی رو بیرون کشید و گورتسکا زوج اصلی کیمیش توی دو سه فصل گذشته رو به بازی آورد. بایرن که از زیر فشار حضور لوا در بارسلونا خارج شده بود، نیمه دوم بهتر بود و با دو گل هرناندز و لرویسانه کار بارسلونا رو تموم کرد. ژاوی دیشب بعد جوری نیمه مربیان رو به مربی 35 ساله و قول پیکر بایرن مونیخ باخت. باختی که بیشتر از مونیخی ها که تقریبا میشه گفت به بردن بارسلونا عادت کردن، دشمن اصلیشون رو شاد کرد. بعد از گل ثانیه بارسلونا، آسنسیو فیلم گلش به بایرن مونیخ رو توی سانتیاگو برنابو که شباهت زیادی به گل ثانیه داشت استوری کرد. وینیسیوس هم بلافاصله این عکس از خنده دندونیش رو استوری کرد تا قوقایی توی فضای مجازی بین طرفدارای دو تیم به راه بیفته. درخشش و بازی بی‌نقص نصیر مزروعی مدافع راست بایرن که بعد از مصدومیت پاوارد وارد زمین شد هم خیلی جالب بود. مزروعی خیلی نزدیک به انتقال به بارسلونا بود که توسط بایرن مونیخ هایجک شد. هایجکی که جواب هایجک چند سال قبل سرجینیو دست از بایرن مونیخ توسط بارسلونا بود. در نهایت بارسلونا هم نتونست مانع از رکوردشکنی استثنایی بایرن مونیخ و مانوئل نویر بشه. نویر با کلینشیت مقابل بارسا با 53 تا کلینشیت از بوفون گذشت و بعد از کاسیاس رتبه دوم بیشترین تعداد کلینشیت توی لیگ قهرمانان رو از آن خودش کرد. بایرن هم دیشب با رکورد 30 بازی شکست ناپذیری رئال مادرید بین سالهای 2012 تا 2017 توی مرحله گروهی لیگ قهرمانان برابر شد و حالا فقط کافیه تا مقابل ویکتوریا پلژن هم شکست نخورن تا این رکورد افسانه‌ای رو به تنهایی تصاحب کنن. آخرین نکته این بازی هم اینه که شکست بارسلونا مقابل بایرن مونیخ جنگ دوم شدن توی این گروه رو بد جوری داغ کرد. بازی هفته بعد بارسلونا مقابل اینتر برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی رو داره. با فرض اینکه ویکتوریا بلژن هر 6 تا بازیشو به بایرن و بارسا و اینتر میبازه، حالا این ژاوی و اینزاگی هستن که باید برای موندن توی لیگ قهرمانان با هم مبارزه کنن. خب در حالی که زمزمه های زیادی از اخراج بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال و اووردن یه مربی با تجربه خارجی شنیده می شد، داورزنی رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرد که ما به ولاسکو 2 سال و 2 ماه وقت دادیم و من می خوام این فرصت رو در اختیار عطایی هم قرار بدم، ولی این رو هم قبول دارم که نیمکت تیم ملی نیاز به تقویت داره. بنابر این تصمیم دارم تا یه مربی خوب خارجی رو به ایران بیارم، اما نه برای سرمربیگری. مربی که وظیفش اینه که دستیار عطایی باشه و بهش کمک کنه تا توی بازی‌های حساس مثل بازی با هلند تصمیمات بهتری بگیره. خب بالاخره آقای سی کیو، یا بهتر بگم آقای جنتلمن، هم به کشور دوم خودش یعنی ایران بازگشت. کیروش با همون سیاست قبلیش و در حالی که نسبت به چند سال قبل تکونم نخورده بود، سعی کرد تا دل ایرانی ها رو به دست بیاره و در اولین صحبتاش یه پیام احساسی به مردم ایران. Hello, 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 hello
هلو کارلوس. ویلکام ویلکام کارلوس. بزن برو بپرس. بزن Well, first of all, thank you very much for being here with me. در جبل تشکر میکنن. ممنون تشریف آوردید. به خاطر من امروز اومدین اینجا. As I said yesterday, I feel home. That's the best feeling that you can have. همونجوری هم که دیروز گفتم واقعا احساس میکنم به خانه برگشتم. یعنی بهترین احساسی هست که میتونم. I just hope that our work together can drive the dreams of Iran in the next future. امیدوار هستم کاری که میخوایم با هم دیگه انجام بدیم بتونه آرزوهای ایران رو پیش رو ببره در آینده. So for football in Iran, the federation, the board, the president, all football in Iran and special the fans, my special word, Kalim Mamnun. برای تمامی هواداران فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، اعضای محترم هیئت رئیسه فدراسیون، ریاست محترم فدراسیون و تمامی ملت ایران، من همونجوری که گفتم فقط میگم خیلی ممنون. کیروش برگشت، اما بعضی از یاران وفادار و همیشگیش دیگه کنارش نیستن. شاید اگه بخوام به بهترین دوستش توی ایران اشاره کنم باید اسم اشکان دژاگه رو بیارم که دیگه نمیتونه با بازیکنهای تیم ملی برای حضور در ترکیب رقابت کنه. جهانبخش یار وفادار کیروش و تنها کسی که وقت رفتنش از ایران بدرقش کردم نتونست خودش رو برای استقبال از مربی محبوبش به تهران برسه. سرانجام اولین تمرین تیم ملی زیر نظر کارلوس کیروش هم برگزار شد. کیروش بعد از تمرین توی یه مصاحبه کوتاه از برنامه‌های آیندهش برای تیم ملی گفت که دعوت می‌کنم این مصاحبه رو تماشا کنید. سلام. Thank you very much for coming here. تشکر می‌کنم به خاطر اینکه تشریف آوردین امروز. We just started this mini camp today. Was beautiful to start again here in Iran and I'm very much happy to have the opportunity again to work with our national team players. مینی کمپمون رو در تهران شروع کردیم. بسیار خرسند و خوشحال هستم به خاطر اینکه این فرصت شد. دوباره داشتم که با بازیکنان ایرانی بتونم امروز در تهران تمرین کنم. Just to tell you, we keep going working tomorrow. فقط خواستم خدمتتون عرض بکنم فردا کارمون ادامه داره. Tomorrow afternoon we train in the Azadi stadium. فردا بعد از ظهر تمرین در استادیوم آزادی هستش. And before the training starts, I'll be ready 15 minutes for questions from the press. قبل از اینکه تمرین شروع بشه 15 دقیقه آقای کیروش در خدمت رسانه‌ها هست. So آقای احمدی، thank you very much again for coming. بازم تشکر می‌کنم به خاطر اینکه تشریف آوردید. And 5 o'clock we meet together in the Azadi stadium. اینجا بعد از ظهر فردا بعد از دیدار در استادیوم آزادی. For some questions and answers. برای سوالات شما پاسخ خواهیم داد. Thank you. خیلی تشکر می‌کنم. مرسی از شما. ممنون. Thank you. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از آنها در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.